برناندیشان تقدیم می کند. سلام، من میخوام یک از کارگاه وبسایت برناندیشان رو به تو معرفی کنم با نام آموزش گروه درمانی اعتیاد به صورت کاربردی و تخصصی. اعتیاد چیه؟ اعتیاد حالتی است که در آن شخص به علت روانی یا مصرف مواد شیمیایی طبیعی دچار ضعف اراده در کنترل تکرار اعمال خودش میشه. هرچند ضعف اراده خود بیماری نیست، ولی به علت عوارضی که بر دستگاه عصبی مرکزی شخص ایجاد شده به عنوان بیماری فرض می شود و این بیماری با ایجاد اختلال در کنترل بر سیستم رفتار باعث تکرار آن رفتار می گردد. بیماری اعتیاد مدارهای عصبی مربوط به نظام انگیزش و حافظه را در مغز دچار اختلال می کند و اختلال در سیستم ها در مغز باعث بروز عوارض بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی و روانی می گردد. به شخصی که درگیر این اختلال عصبی باشد معتاد می گویند. بررسی اعتیاد به عنوان عارضه روانی، اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه علوم پزشکی، روانشناسی و جامعه شناسی و همینطور از دیدگاه فلسفه قانون، اخلاق و مذهب صورت می گیرد. از سال 1964 میلادی سازمان بهداشت جهانی استفاده از عبارت وابستگی دارویی یا وابستگی به دارو را به جای اصطلاح اعتیاد توصیه نموده است. چرخه اعتیاد شامل چی است؟ مصرف مواد، تجربه سرخوشی موقت، احساس پشیمانی، تحریک روانی، هوس مواد، مصرف مجدد. مراحل شکل‌گیری و چرخه اعتیاد چیه؟ آشنایی، اول آشنا میشه فرد، شک و تردید ایجاد میشه، در این مرحله فرد به مصرف مجدد ماده ترغیب میشود و ممکن است با میل خود مبارزه کند یا با آن پاسخ مثبت دهد. اعتیاد واقعی داریم. در این مرحله فرد دچار اعتیاد میشود و برای رسیدن به این حالت سرخوشی مجبور به مصرف مجدد میگردد. اما اعتیاد چیه؟ اعتیاد جسمی، اعتیاد روانی. حالا انواع مصرف کننده ها چی هستن؟ مصرف کننده تفننی داریم، مصرف کننده شدید داریم، معتادان مزمن داریم، مواد اعتیاد آور هم که اینا هست، توهمزا و الکل و کافئین. و تقسیم بندی مواد اعتیاد آور به سه قسمت مثل چی؟ محرک سیستم عصبی، سرکوب کننده سیستم عصبی، ترکیبات توهمزا. ترکیبات شیمیایی هم که داریم. علائم اعتیاد هم چیه؟ مقاومت‌تر شدن بدن یا تلرانس، وسوسه مصرف، افزایش مصرف، از دست دادن کنترل روی میزان مصرف، ادامه مصرف با وجود عواقب خطرناک، بروز نشانه‌های خماری در صورت عدم مصرف. بعد اینجا ترک اعتیاد داریم. بهبودی با برنامه 12 قدم، مثل چی؟ اقرار به اینکه یک معتاد توانایی کنترل اعتیاد و اجبار مصرف خود را ندارد، باور به اینکه تنها یک نیروی برتر میتواند توانایی لازم را برای آن فراهم کند، مرور خطاهای گذشته به کمک یک راهنما یا یک عضو با تجربه، جبران خسارت‌های اشتباهات گذشته، یادگیری روش زندگی جدید با استفاده از الگوهای رفتاری جدید، کمک به معتادان در حال عذاب دیگر که از همون اعتیاد و اجبار مصرف رنج میکشند. حالا داروی مختلف هم هست که اینجا گفته شده. تو این پکیج هم پکیج کارگاه آموزش گروه درمانی اعتیاد به صورت کاربردی و تخصصیه و شما عزیزان میتونید برای تایید این پکیج به وبسایت برناندیشان مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.